در یکی از شب‌های تاریک شهر مکه در فصل زمستان، سرما همه جا را فرا گرفته بود. اضافه بر اون ابر فضای شهر را تاریک تر کرده بود و بارندگی بر این تاریکی افزوده بود. ابو جهل در خانه نشسته بود، در حالی که سرما همه جا فرا گرفته بود اونجا عهد بست و گفت کسی در این وقت شب در خونه من رو نمیزنه مگر این که هر درخواستی از من کرد من درخواستش رو میپذیرم. چندی نگذشت که در خانه ابو جهل به صدا در آمد. ابو جهل در خانه را باز کرد و منتظر این بود که بینوا یا توهی دستی یا هر فردی دیگر درخواستی ازش بکنه و این درخواستش رو اجابت کنه. در که باز شد میدونید چی کسی پشت در بود؟ کسی نبود جز رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. اونجا یقه ابو جهل را گرفت و گفت ای عمرو بن هشام، آیا وقت اون رو نرسیده که دعوت حق رو لبیک بگی و ندای یگانه پرستی را بپذیری؟ ابو جهل که تعصب چشم دلش رو پوشانده بود به خودش اجازه نداد که دعوت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رو بپذیره، بلکه میگفتن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جد و آباد خود رو دیدیم اینگونه عبادت میکنن، ما هم بر اون خط و مشی اونها از اونها پیروی خواهیم کرد. ولی خداوند قلب حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه را به دین اسلام گشود و باز کرد. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه که باز هم یکی از سران اهل مکه بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. خداوند بندگانش را هدایت خواهد داد، مشروط بر این که خود بندگان اراده این هدایت را بکنند، خود بندگان خواهان هدایت باشند و برای رسیدن به این هدایت گام بردارند. خداوند چیزی به زور به بنده نخواهد داد، بلکه چیزی را به بنده میده که خود بنده برای اون اقدام بکنه. ان هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. در طول تاریخ انسان‌های روشنفکر و آزاد اندیشی داشتیم و داریم که با تحقیق و بررسی راه حق را انتخاب می‌کنند و براشون مهم نیست این پذیرفتن حق چه تبعاتی در بر داشته باشه، آیا خانه و کاشانه را از دست بدن، زن و فرزند را از دست بدن و یا حتی ترور بشن، براشون مهم نیست. براشون این مهمه که حق را بپذیرن و به خدای خود نزدیک بشن، زیرا نزدیک شدن به خدا آرامش و شیرینی داره که در هیچ جایی این آرامش و شیرینی یافت نخواهد شد. من مقدمه را طولانی نخواهم کرد. با استاد محمد باقر سجودی و خاطرات ایشون و تولد دیگری ایشون و طلوعی دیگر در زندگی ایشون با ایشون همراه خواهیم بود. پس با هم دیگه به فرمایشات و خاطرات ایشون گوش بدیم. استاد سجودی بفرمایید مقدمه. الحمدلله، یعنی نیاز داره اینجا من یک مقدمه کوچیک عرض کنم. فرموده شما خیلی جالب بود، بلکه الحمدلله که ملت ما یعنی ملتی است که اسلام دوست داره، منتها اشتباه فهمیده. حتی خیلی از علمای ما هم یعنی حق بگیم نمیتونیم بگیم که دشمن اسلام هستن، منتها کج فهمیدن و عملا دشمن اسلام شدن، غیر از یک طبقه ای که مجرم هستن و هرچی طبقه بالاشون کج فهمیدن. ما سعی میکنیم بهشون بفهمونیم که کجای اسلام رو غلط فهمیدن. متوجه هستین؟ منظورم این است که با ابو جهل قابل مقایسه نیستن، ولیکن گمراه شدن. ما باید این ملت رو به گفته شما ملت صفوی زده رو از این علمای صفوی دور کنیم. احسن. و به حمد الله در این زمانه من فکر میکنم که دیگه دنیای رسانه یک دنیای واقعا شکوفایی شده، دیگه حجت و
بهونه برای کسی باقی نمیمونه که بگه من ندونستم و من نمیدونم. الحمدلله انسان، خداوند به انسان قدرت عقل داد. من ببینم اون اعتقادی که پدر مادر من بر اساس اون منو تربیت دادن، آیا واقعا اون همون اعتقادی است که خدا میخواد؟ میخواد یا همون اعتقادی است که در قرآن بیان شده؟ امکانات علم زیاد شده. بله. و من فکر کنم دیگه بهونه باقی نمونه. خب استاد، داشتیم در جلسه گذشته صحبت از سفر شما به مشهد و مشرف شدنتون با امام رضا. خب هرچند که این اعتقاد نداریم که سفری برای قبر و بارگاه حرام، رسول خدا صلی الله علیه و سلم ممنوع کردن که کسی به خاطر قبر سفر بکنه. بله ممنوع. و سفر عبادی وجود نداره جز حج و عمره و سفر سه مسجد، مسجد حرام و مسجد مدینه و مسجد الاقصا. خب فرمودین که یکی از علما و روحانیون درباره توسل و وسیله صحبت میکرد. دوست داریم عکس العمل مادرتون از این انکارشون، اصلا یک سوال، چطوری به خودتون جرأت دادین بتونید در مقابل مادرتون بیستین و این مطلب رو ارائه بدین؟ حالا دیگه مادر بود، بعد من به صورت بحث که بهشون مطرح نکردم، به صورت یک کشف مطرح کردم. از مادر انسان نمیترسه دیگه، به مادر خود گفتیم. اما ایشون عرض کردم عادت قوم رو ترک کردن دیگه مشکله، و عرض کردم جلسه قبلم که سرسری از مطلب رد شد، رفتیم شام خوردیم سر. ولی برای ایشون مسئله عادی بود، برای من همین کشف بازم یک قدم دیگه از دور شدن و عوض کردن سرنوشت بود. مادرتون تحصیل کرده است؟ الحمدلله حساب زمان قدیم مادر من 6 کلاس درس خونده و اون 6 کلاس اون قدیم دیگه دکترای امروزی حسابش. جالبه که بدونید اون وقت بعد کشف حجاب شد دیگه پدرش زود این شوهر داد، نذاشت دیگه درس بخونه به خاطر کشف حجاب. وگرنه بله، وگرنه چون که باید می اومدن بیرون بدون حجاب، فقط زنای شوهردار چیزی نمیگفتن. اصلا 6 کلاس اون وقت در مقابل من فکر کنم فوق لیسانس یا لیسانس این زمان به شما. بله زن داد تحصیل کرده فهمیده بود زمان اون وقت. خب بحث اصل من مختصر فقط دوست دارم، این بالاخره مطلب مطرح شد، نبایستی به عنوان یک شبهه در ذهن بعضی از بینندگان بمونه. خب الان گفتی میشه ببینید چند مطلب. یک، این که خداوند شاهنشاه جهانیانه. امروز کسی میخواد بره پلو شاهی، من شاه نمیگم مثلا، وزیر، آقا حتما باید از مدیر دفترش رد بشه، از منشیش رد بشه، 4-5 تا واسطه و وسیله باید قرار بده به وزیر برسه. خب آیا خداوند قدرت به این بزرگی به نظرتون نبایستی به این صورت با خدا ارتباط برقرار کرد؟ این شبه، یک سوال، سوالای بعدی من دارم. حرف جالبی است. ما هم حرفی نداریم که به این صورت با خداوند شما ارتباط برقرار کنید. اما حالا شما فرمودید یک پادشاهی، بله، و یک وزیر نیاز داره. بله. شما وزیر یک پادشاه رو نمیتونید، خیلی معذرت میخوام، یک مثلا مرغ رو قرار بدید. باید از جنس خود پادشاه وزیر باشه. یعنی پادشاه انسانه، باید وزیرم انسان باشه. اگر شما میخواد برای الله وزیر قرار بدید، باید از جنس خود الله قرار بدید. این نکته رو کمتر کسی بهش توجه کرده، مگر کسی که توی این مسائل زیاد تحقیق میکنه که بازه. چون که من توی این مسائل زندگی من بوده، بعضی وقتا چیزایی رو کشف کردم که ندیدم اهل سنت هم متوجه شده باشه. شما وزیر بذارید، به خود جوانای محله رو کم کردیم دیگه چیزا. بله، وزیر باید از جنس پادشاه باشه. برای همین وزیرای اینها درسته که انسان هستن. اینا میگن حضرت علی در چا گریه میکرد، در همون وقت میگن حضرت علی در هر جا موجوده، غیب میدونه. مجبور شدن حضرت علی از جنس پادشاه بکنن. یعنی یکی در اصفهان میگه یا علی، علی اونجا حاضره. در همون لحظه در مشهد میگه یا علی حاضره. در همون لحظه در لوسانلیس میگه همونجا حاضره. لذا اینا علی رو الله کردن. پس به این خاطر ما میگیم خداوند نیازی به وزیر نداره. خب یه سوال دیگه، بله، یک نکته دیگه هم خوبه، حالا شما خودتون این بحث باز کردید، باز خاطرات بود. نکته دیگه اینه که شاه اگر بتونه خودش از پس کارا بر بیاد، وزیر نیازی نداره که. شاه چون که بیچاره نمیتونه، وقت نداره، قدرت نداره، لذا وزیر میگیره. خدا که هم قدرت داره هم وقت داره. یا به نحوی شاه برای اینکه بخواد قدرت خودش رو وسیع بکنه، به همینشون بده که این همه آدم زیر دستش، نیاز داره به وزیر، چیز وزیر گذاشتن برای اینکه بخواد، یعنی قدرت نمایی بکنه، به اینکه این اینقدر در این مورد ما در این مورد هم حرفی نداریم. اتفاقا نظام الله به همین صورت هست. وحی رو خودش مستقیما نازل نکرده، جبرئیل فرستاده. فرشته مرگ جان میگیره. اما در اینجا هم میتونیم اینو قیاس کنم به این صورت، ولی ما میگیم که به فرض که گذاشته باید یک دلیلی باشه. یعنی خداوند گفته که شما
از کانال حضرت رضا بیاین پیش من. خب این دلیل به ما نشون بدی. بله. یه مطلب دیگه، من سوال دیگه مطرح میکنم و وارد خاطراتتون میشیم. یه مسئله دیگری که در همین باب مطرح میشه، میگن که ببینید ما تونستیم حاجت‌های اصلا صعب العلاج، بیماری‌های صعب العلاج، حاجت‌هایی که اصلا غیر ممکنه، امام رضا رفتیم. امام رضا، حالا اونهایی که خیلی فرهنگی ترن میگن که به واسطه امام رضا خدا حل کرد، بعضی میگن خود امام رضا حل کرد، یا بچه دار اصلا طرف عقم داشت بچه دار نمیشه. اصلا یک چیز جالبی، یکی از دوستان میگفت من خودم رفتم تو فکر کنم بارگاه امام رضا، دیدم یه نفر از خوشحالی میگه امام رضا بهم چشم داد، چشمم برگشت. گفتم چی شده؟ گفت آقا جان من کور مادرزاد بودم، اصلا دنیا اومدم نابینا بودم، الان همه چیز میشناسم. میگه همونجا یه پارچه سبز رنگ آویزان بود. گفتم این چه رنگیه؟ گفت این سبز دیگه. گفتم های احمق، تو اگه مادرزادی چطور میدونی به این سبز میگن؟ اینجا میگه دستش رو شد، فهمید که آقا این قضیه ساختگی طراحی کردن برای اینکه سر مردم کلاه بزنن. خب این قضیه شما چطوری پاسخ میدین؟ تجربه میگه برای ما ثابت کرده که امام رضا مشکلات رو حل میکنه. بخش شما فرمودید که تقلب و دروغه، یک بخشش همینه. اما ساده ترین راه برای رد کردن این فرضیه اینه که شما آمریکایی هر چیزی رو آمار گرفتن. شما میدونید آمریکایی یک ملت مذهبی است، اونها 75%شون به معجزه اعتقاد داره، 25%شون میگه سر ما هم این معجزه شده، کر بودیم شنوا شدیم، کور بودیم بینا شدیم. 25% میگن. حالا آیا همشون دروغ میگن؟ یه عده‌شون دروغ میگن، یه عده‌شون هم بالاخره سر قبرا رفتن حتما دیگه، اونا هم دیگه صالحین دارن، سر قبرا میرن، صالحینی دارن. بله، مثلا این چیزای ما از نصارا به ما رسیده، عجیب، هم چیزایی که ما داریم در مذهب شیعه از نصارا رسیده، پیش اولیا میرن. حالا سوال اینجاست، این 25% آمریکایی که میگه ما خود ما معجزه رو دیدیم و 75% میگه ما شاهد بودیم، اینها از کسای معجزه رو دیدن که اینا دشمن اسلام هستن؟ یعنی ممکنه کشیشایی که اینا میرن سر قبراشون برای زیارت، اون کشیشه اصلا رسول ما رو زبانم لال بد بیرا میگن، چگونه ممکنه اونا کرامت داشته باشن؟ دور نریم. مگه نمیگه علمای شیعه که اهل سنت بر حق نیست؟ شما برید ببینید در همین زیارتگاهایی که صوفیای اهل سنت میره، عبدالقادر گیلانی و دیگه روزی چند تا کرامت دیده میشه، چند تا مرده زنده میشه، چند تا کور بینا میشه. 99% اینها دروغه، متوجه هستید؟ ولیکن علمای اهل سنت برای همون 1%ش هم یک جواب خوبی داره. میگه اگه دیدید که در هوا پر زد مطابق سنت پیامبر و دین ما نبود، ازش قبول نکنید. حالا ما میگیم به فرض 1% هم جنها، ما میگیم از نظر ما جنها بالاخره برای پیروان خود کارهایی میکنن، قدرتهایی دارن، این کار انجام بدن. وقتی که رسول الله نگفته، در دین ما گفته نشده، دلیل نمیشه ما بشیم ایمان بیاریم. متوجه هستی؟ متوجه هستم. بله. خب من پاسخم رو گرفتم تقریبا، ولی خب همونطور که فرمودین در این قضیه مسیحیت هم همین میگه، میگه ما از این صلیب و از این قبر همین میخوام، به ما همین داد. حتی گاو پرستان هند هم همین میگن، من آقا شما چطوری منکر این گاو ها میشین که خدا نیستن؟ ما ازشون میخوایم و به ما میدن و دلیل بر یعنی حقانیت خودشون مطرح میکنن. خب پرست گفته یه چیز یادم جود راست حقیقت هم هست. میگه در در کویت یک گاو پرستی با یک مسلمان، همیشه این مسلمان گاو پرستی میگه آخه چرا گاو میپرستید و چرا شما از گاو چی میخواید؟ میگه یک دفعه هندو عصبانی شد، آقا گاو ما گفت شیر میده، این مرده شما گفت شیرم نمیده. واقعا مدهی که قوی اراده. خب سفر به مشهدتون مطرح فرمودین، این که بالاخره مادرتون رو بردین به مشهد، این دوست داریم اقدامات هجرتتون رو از زبان خود عرض کردم. این سفر یک نوع تدبیر پدر مادر بود برای منع هجرت و رفتن هجرت. به هر حال هجرت اومد سین در 5 شهریور 1362 بود که وقت پرواز ما بود و یادم میاد روز آخر، روز آخر دیگه خیابانای تهران رو میدیدم، میگفتم دیگه من این شهر نمیبینم و ولیکن تصمیم گرفته بودم که برم دیگه نیام. و وقت آخر یادم میاد پدر با من خداحافظی کرد، خودش تا فرودگاه هم نیومد دیگه، پدر بود وقتی فهمید به گریه کرد. یعنی پدر ما برام آدم خیلی قوی بود دیگه، هم گریهش تا همین امروز هم یادمه. مادر اومد تا فرودگاه و وقتی که تقریبا ساعت 3-4 بعد از ظهر بود که خداحافظی کردم، بهترین عزیزایی که داشتم تا
پشت سر گذاشتم برگشتم و مادر خود رو دیدم با چادر سیاه، چرا که اونا خودشون تا حالا حج نرفته بودن، بعدها رفتن، بعدها تو حج هم دیدمشون الحمدلله، ولی تا اون وقت نرفته بود، حتما خوشحال بود که یک تیکه از وجودش به حج میره. و با اونا خداحافظی کردم و سوار هواپیما شدم و بعد از اون دیگه بیرون اومدم. آخرین بیرون اومدم و لحظات ایران بود. از در جده پیاده شدیم، اولین چیزی که دیدیم خیابونا پر نور بود، چون وقتا جنگ بود خیابونا ایران نورش کم بود، نمیدونم برای من پر نور معلوم شد. و حتی یادم میاد که گفتم یاد کی، چرا شهر خیلی نورش زیاده، یکی از همینا از روی دلسوزی گفت همین حاجی ها بالاخره ایرانی ها، گفت انشالله روزی کشور ما همینطور باز میشه جنگ و اینا. به هر حال مدینه دیگه اولین بارم من به خارج از کشور رفته بودم. بله. و خنده‌دار اینه که من هیچ کسم تو خارج نمیشناختم، تنها چیزی که من میدونستم، تنها نقشه‌ای که تو ذهنم تر کرده بودم این بود که برم رابطه عالم اسلامی. حالا رابطه عالم اسلامی رو از کجا میشناختم؟ این سوال برای من از رادیوی ایران. رادیو ایران گفته بود که یک سازمانی هست که وهابیان، من فهمیده بودم که موحدین وهابی میگن، گفت یک سازمانی هست که وهابی است و در تمام دنیا کمک میکنه، از همه جای دنیا میاره تربیت میکنه، درس بهشون میده. گفتم میرم پیش اینا، نقشه مکه رو توی تهران خریده بودم و گفتم میرم اینا رو پیدا میکنم. تو همون یک ماهی که حالا که رفتم با کاروان هستم، چون که من باید از امکانات کاروان استفاده کنم و وقت جنگ بود، غیر از 2500 ریال بیشترم پول نمیتونستی ببری، من به این پول احتیاج داشتم چون که در هجرت بودم دیگه. بله. به هر حال نکات اولی که دیدیم، چند چیز جالب دیدیم، برام جالب بود. یکی خب حالا من دیگه شرک رو قبول نداشتم، خب ایرانی‌ها ماشاءالله هر چیزی میبوسید. حتی یک بار دیدم یه خان پیرزنی، اون موقع ایر کاندیشن هنوز تو ایران نیومده بود. بله. کولرای چی بوده؟ چیه؟ کولرای همین آبی بود. بله. تهران. اون خانم کولر گازی رو که ندیده بود، مارک یورک نوشته بود. این فکر کردی شبکه هم یک زیارتیه، شروع کرد به بوسیدن اون. یک عرب دیدم که همونجا نشسته گفت همار بنت همار، یه هم چیزی گفت به عربی من نمیتونستم. بد گفته. این یوره چیه؟ این که ایرکاندیشن رو مکیفه، مکیفه. بله. یک چیز دیگه هم خبر این جالب بود، یک بار اصلا اینه دیگه تصور نداشتم که هم چیزی رو ببینم، یک بابای ریش دراز نماز میخوند. بله. من جلوش بودم، نمیدونم این بار استاده بودم، یکی دم از پشت من اینطوری که محکم زد. برگشتم کی من زد، دیدم هیچ کس نیست غیر از این بابا همطوری نماز میخونه. تعجب کردم، گفتم سر نماز داره این مسخره بازی در میاره. عربی که نمیدونستم، به فارسی هرچی دانم اومدم بهش گفتم. بعد ها فهمیدم که آقا در بین اهل سنت جلوی نمازگذار باید رد نشی، اگر رد شی بابا حتما اشاره کرده بود، من متوجه نشدم، اون سعی کرده بود من جلوش بودم من کنه در پیش شما. درسته. این عادی بود جلو نماز رد اصلا رد نمیشه. من حتی اولین بار که پیشاور که یک مردم سرسختی هم داره، تا اونجا هم خبر نداشتم، چون که در مکه مردم. بله. رد میشن جلوی نماز. بله. گذار به خاطر شلوغی. در خود مکه دیگه نمیشه اصلا، شلوغی شرایط چیز نیست. اولین بار تو پیشاور که یک ملتی از کوهی. بله. مثلا از هم چیزا، خصوصا در اون وقتایی که تازه رفته بودیم، از جلوی صف نماز کاملا رد شدم. من دارم نماز میخونم. هرچند در شریعت جایز. بله. هست که اگه امام باشه رد شد. اگر امام باشه. بله. پیش اون مردم جایز نیست دیگه، پیشاور جایز نبود، نمیدونن اصلا این چیزا رو، میرن از دور رد میشن. که رد شدم رفتم اونجا، بعد نماز همه منو میگن که به زبان خودشون ولی 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 یعنی چرا. من میدونستم چرا یعنی چرا، ولی دیگه نمیدونستم چرا میگن چرا، چون که ندیده بودم علت سوالشون. نمیدونستم چی. بعد میرفتم دیگه تو همین سخنرانی ها میشنیدم، میفهمیدم در مورد توحید صحبت میکنن. بله. خوشحال میشدم. بعد میرفتم با همین ملاهاشون دست میدادم، اونام تعجب میکردن یه کسی با این لباس میاد گوش میکنه. تو مکه اومدی؟ بله. تو مکه اومدی؟ بله. این دیگه خب رابطه عالم اسلامی را تشریف بردی؟ والا رفتم رابطه عالم اسلامی رو آخر پیدا کردم، هنوز با کاروان هستم. بله. پیدا کردم و رفتم خود رو معرفی کردم اونجا، عربی که نمیدونستم. بله. خیلی خوب با من رفتار کردن، کسی مترجم افغانی داشتن. بله. آقای صفدر، اون برای من درخواست منو نوشت، اونم میگه درخواست بنویس. درخواست نوشتم که من به ملت ابراهیم اومدم، مذهب پدرم رو ترک کردم، شما به من کمک کنید. و شنیده بودم که در سعودی اقامت نمیدن. بله. از اینا سه چیز خواسته بودم، گفتم یا منو پیش افغانا بفرستید، یا پیش شورای ملی مقاومت در عراق بفرستید، من فقط میخواستم از ایران بیام دیگه. بله. یا به من اقامه بدید، یکی از این سه کارو برای من انجام بدید. اونا درخواست دادم و باز رفتم تو هتل. آخر روزی که هتل میخواد بره، حالا میخوام برن دیگه، حالا من. بله. تا حالا اعلام نکردم که من هجرت کنم. بله. تا حالا اعلام نکردم. یک نکته جالب بگم که اون سال برات از مشرکین بود.
و خنددار این بود که منی که میخوام هجرت کنم مجبور شدم. بفهمید که ایران چقدر کشور دیکتاتوریه. توی این مراسم شرکت کردم، چرا که میومدم میگفتن یالا بیاین. بله، یعنی من نمیخوام، میخوام از ایران برم، ولی چون که حالا میخواستم از امکانات هتل استفاده کنم، بله، کمتر خرج کنم تا یک ماه آخر یک روز اعلام کردم. اما روزی که روزای آخر آها، رفتم حرم و یک آقای بود و بچه های از مدرسه ما، پدراش دو سه نفر با ما بودن. تو کاروان ما آقای زواره‌ای هم بود که حالا مرده، نماینده مجلس یار امام میگفتم. میر سلیم هم بود، هم که سیبیل نداره، یک وقت معاون رئیس جمهور بود. بله. کاروان ما کاروان تاپا بود به اصطلاح. بالاخره اونجا اعلام کردیم که ما دیگه نمیایم و با آقای ذوالفقار گفتم که من از مذهب اینا بریدم. ولیکن ذوالفقار هنوز فکر میکرد من مخالف سیاسی هستم. پیرمردی بوده. بله. اونم مخالف بود. به هر حال ما شب اول تو حرم خوابیدیم. یعنی از من خوشبخت‌تر دیگه کسی نبود. اولین شب هجرت من در مسجد الحرام خوابیدم. الحمدلله. و فقط این برام سخت بود تا حالا دیگه. بعد از هتل یه بیرون اومدی؟ بعد بیرون اومدم، ساکمو گرفتم. اون موقع دزدی نمیشد زیاد تو سعودی. ساکمو یه گوشه میگذاشتم. حالا جام ندارم. واسه پاسپورت ما هم اونا گرفتن دیگه. پاسپورتم نمیدم. کاروان رفتم در حرم خوابیدم و خوشحال بودم. به کعبه نگاه کردم تا صبح دعا میکردم. وقتی بیدار بودم همونجا خوابیدم. کاروان رفتن برگشتن. کاروان 4 روز بعد رفت. 4 روز بعد رفت. دیگه من ندیدمشون. میرفتم رابطه که آقا ما حالا کاروان ما رفته. حالا بله پاسپورت من میگه. پاسپورتم. حالا کاروان رفته اونجا، فامیلای ما تو ایران اومدن، گوسفندم خریدن، چراغونی هم کردن. منتظر پدر مادر نیومدن دیگه، برادرها و خواهرها اومدن. میدونن چه خبره. که این بیاد. دیگه اون داستانش حالا باز یه روزی برات تعریف میکنم. بله. اما من چیکار کردم؟ رفتم آقا رابطه. حالا دیگه باید الله به من مدد کنه. دیگه پشت سر قطع کردم. جلوم غیر از خدای چیزی ندارم. 2500 درهم تو جیبمه، ریال. رابطه حالا هر روز میرید سعودیه دیگه. بله. میگه آقا یه روز دیگه بیا، فردا بیا، پس فردا بیا. حالا ما جا هم نداریم، هتل هم نداریم. پولت هم تموم شده. پول من تموم نشده، پول که ما خرج کم میکنم. جا هم نداریم. آخر یه روزی رفتم گفتم که میخوام این عدنان خلیل پاشا رئیسش بود. بله. گفتم میخوام ببینم ایشون. جوونی بود کله ما هم دیگه باد داشت. ما میگفتیم که اینا دیگه مسلموناست، باید ما. بله. کمک کنه. رفتم آقای سفتر گفتم منو ببر پیشش، میخوام باهاش صحبت کنم، تو بیا. بله. ترجمه کن. ما که رفتیم باز این که من دید همیشه با ادب به من برخورد میکرد، این مدیر کل رابطه عالم اسلامی بود. من تا اونا قدرتی ندارن تو عربستان. نه ندارن علما اصلا، ما قدرتی ندارن. گفت که من که به شما گفتم که من نمیتونم به شما کمک کنم تا دولت ما تصمیم نگیره. گفتم من نمیدونم از شما کمک میخوام. تعجب کرد. گفت پس برای چی اومدی؟ گفتم اومدم وظیفه شما رو به شما یادآوری کنم که شما وظیفتون از من کمک کنید. من موحد هستم، از کشور خود اومدم بیرون. این جمله من سری آقا خیلی تأثیری داشت، هرچند که من فکر میکنم شاید مؤدبانه نبود، خود جوانی بود و خوب بود. گفت وظیفتنا اینقدر دیگه داشتم کم کم عربی یاد میگرفتم. گفت بله وظیفه ماست. باز کاری کرد که در کشور سعودی عبور از مرزه. بله. برای من تو رابطه عالم اسلامی تو منا جای خالی بود، حالا همه حاجی ها رفتن، هیچ کس نیست، یک مهمانخانه دارن، خیلی اتاق داره. بله. به من اتاق داد، در حالی که من از یک کشور دشمن بودم، پاسپورت نداشتم. خدا میدونه راست میگم یا دروغ میگم، اما این به مسئولیت خودش به من داد که هر جا هست اگه زنده است خدا حفظش کنه و اگه مرد خدا درجاتش بالا ببره. همین عدنان خلیل پاشا این کار کرد که به من اتاق داد. منتها من اون وقت هنوز دین درست نمیدونستم. بالاخره ما تو آقای هاشمی ایران دیگه یک فرهنگی بود و فرهنگ خوبی بود که شما تو ایران پولم نداشتی. اینو من بعدا تو خارج کم دیدم، نمیگفتی من ندارم. یعنی ما اگر نداشتیم هم سعی میکردیم که بگیم داریم، پیش باید. مردم نمیگفتیم نداریم. من خودم یادم میاد تو کوچیکم وقتی که بودم پدرم وضعش خوب نبود و تهران رفت، یادم میاد تو لنگر، هنوزم یادمه که یک روز زور در خونه رو زدن، چون تو شهر ما غذای مردم شب روز برنجه. بله. اونجا شمال دیگه، نون خوردن نشانه ناداری، یعنی شما نون با خورش بخوری، حالا ما هر روز میخوریم. بله. نشانه ناداری بود. بله. همین که در زدن این مادرم فوری سفره رو جمع کرد که یعنی مهمونش نفهمه ما داریم نون میخوریم، نون و مثلا خورش میخوریم، غذا داشتیم میخوردیم، منتها برنج باید حتما میبود. یه هم چیزی این صفت دیگه در ما مونده بود. همین عدنان خلیل پاشا من گفت پول میخوای؟ حتی تو همون قسم ترجمه دو سه نفر گفتن ما بهت کمک کنیم. گفتم نه، اینو به خودم توهین دیدم. 2500 درهم ریال دارم. آقا سه ماهی که ما تو مهمانخانه بودیم دولت سعودی تصمیمی نگرفت
چون که این دیگه دولت برای چی مهم اهمیتی داره یک آدم. اینا به من گفته بودن که حالا حاجی‌ها رو میگیرن، از هتل نیای بیرون. به من اینو گفته بودن. بله. خب به من گفته بودن پول میخوای، من خدا نمیدونم، نمیدونستم که پیامبر گفت اگه به شما هدیه داد بگیرید. بله. جایز بود. من میگفتم نه نمیخوام، من پول دارم. حالا پول من داره تر میکشه، حالا نگرانی من فقط پولمه. اولین بار تو زندگی من فقر رو میبینم. همیشه کیسه پر پول پدر بود و بله. هرگز من تو ایران جایی بسرتون نبوده، هیچ وقت من تصور فقر رو نداشتم. این فقر اولین بار جوونی بود. حالا اگه من برای فردا سنگیم. پول نداشته باشم ناراحت نمیشم، چون من میدونم خداوند روزی منو میده. خب اون وقت دیگه تجربه، ایمانم دیگه کم و زیاد داره. بله. شب حتی خوابم هم نمیبرد که فردا چه خواهد شد، فردا چه خواهد شد. این پول تموم شد من چی کنم؟ من که کارم نمیتونم بکنم، زبونم نمیدونم، این ماحالم از من کسی بخوام، آخر چه خواهد شد؟ این پول همینطور کم شد، کم شد، کم شد، رسید به 35 درهم، 35 ریال. یا الله. آخر یک شب که دیگه هر روز که پول کم میشه. حسابتون میدادن؟ نه، خودم میخریدم. بازم در 3 ماه دیگه 2500 درهم تموم میشه. من خطا. یه مقداری هم دیگه گوسفندم خریده بودم. بله. اون پول دیگه گوسفند رو کشته بودم، طاقت نیاورد. به هر حال 35 که درهم شد، یک شب دیگه خوابم نبرد، گفتم عصبانی شدم. گفتم که بسنم 35 درهم تموم شد. رفتم یه کیک ایتالیایی خریدم. انگور خریدم، پنیر خریدم. 35 درهم رفت. اخبار مجله ماجد خریدم. خودم شب مجله دینه من می‌خریدین. شب خودم پذیرایی کردم. گفتم برو سوق خودم. هر چی میشه بذار. فقط 2 درهم 2 ریال با خودم نگه داشتم که برم کرای تاکسیتون باشه. کرای اتوبوس تا به حرم برسم. گفتم میرم حرم پیش پلیس ویراج میدم. اگه منو گرفت گرفت، اگه نگرفت یک شیشه رو میشکنه منو مجبور بگیره. زندانی میشین. زندانی میشم بخورم. این البته باید به رابطه میگفتم که من خب گفتم که این بر من عیب میدونستم که بگم من پول ندارم. شب خوب، این شب راحت خوابیدم. پول که تموم شد راحت خوابیدم. صبح بلند شدم رفتم حرم دیگه. فکر کن یک آدمی که واقعا سخته، پول نداره، مسافره، تو حرم چجوری دعا میکنه دیگه. بله. چقدر که تونستم طواف کردم، دعا کردم، اومدم بیرون. حالا پلیس منو نمیگیره. من نمیدونستم که اطراف حرم نمیگیرن. اطراف حرم نمیگرفتن. هر کاری میگردی نمیگرفتن. نه نمیگرفتن، چون که اونها الان میگیرن. اون وقتا اطراف حرم یک حرمتی داشت. آخر یکم دورتر رفتم، یک پلیس اومد گفت عین الاقامه. گفتم نیست. گفت برو بالا. در پشت یک بانت منو بالا انداخت. واقعا خوشحال شدیم. خوشحال شدیم. خیلی عجب آدمایی. بعد دیگه مثل مرغ این بر اون مردم میدویدن، میگرفتشون مینداخت تو ماشین. همه ناراحت، من خوشحال. بچه‌ها رو دیدم اونجا، بچه‌های سعودی بودن. یکی کوچیکا بودن دیگه. حالا من عربی خودم میخوام تقویت کنم، سافر و الی بلاد کنم، یعنی به خانه خود برید. بله. من برایشون اینجوری کردم. یکیشون گفت آزم مجنون. ببین مجنونه. ما یادم شعر شیرازی ها افتادیم، میگم مجنون نبودی مجنونم کردی. مجنون نبودم مجنونم کردی. گفتم خدا من رو مجنون کرده. حتی همونایی که تو چی بودن گفتن این مجنونه. تا ما رو بردن زندان. بله. خوب 4 ساعت تو شهر گشتن. بردن زندان که رفتیم رنگ از روی ما پرید. بالاخره زندان زندانه. بله. اینجوری بوده تا این داستان ما تا زندان. شما چیزی می‌خواستید خب. بگید؟ من فقط اون وقت برنامه پایان رسید، می‌خواستم به مطلب برسم. البته در این حادثه سوال‌هایی هست که در قسمت بعدی ان شاءالله می‌پرسم. اما شما بینندگان، خاطرات استاد سجید رو گوش دادیم. در قسمت بعد دنبال این خاطرات رو، خاطرات بسیار زیبا و شنیدنی رو ان شاءالله در قسمت بعد دنبال خواهیم کرد. تا اون وقت خدا نگهدارت. خدا حافظ. بس.